تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن، کتاب آسمانی، سفره و مائده معنوی، با سخن خالق نشستیم آیه به آیه کمی آشنا بشیم با تفسیر. هر آیه چند دقیقه تفسیر روان و ساده و قطعی داریم. از اول قرآن رسیدیم به جزء هفتم سوره انعام و الان آیه 94 هستیم. این آیه هم که 3 سطر بشنویم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، اکنون هم هنگام مرگ یا قیامت که کو تنها نزد ما آمدید. ولقد جئتمونا فرادا، آمدید نزد ما تنهایی. انسان وقت مرگ تنهاست. لا ینفع مال ولا بنون، نه وقت مرگ و نه وقت قیامت. قرآن یه تنها پلو ما میاد. کما خلقناکم اول مره، همونطورم که روز اول تنها متولد شدی تنها میاد، همه شما رو میذاره نمیده. و ترکتم ما خولناکم، یعنی رها میکنید. خولنا خب به معنی چیزی که نیاز به سرپرست داره، معمولا به اموال گفته میشه. خولناکم یعنی اونایی که تملیک و اعطایی شد. ترکتم ترک میکنید، رها میکنید. ما خولناکم، اونایی که به شما عطا کردیم رها میکنید. خونه، ماشین، تلفن، پست، مقام، درآمد، پسنداز، همه رو رها میکنید میاد تلو. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، ما نمیبینیم اون کسانی را که فکر میکردید اینها شفیع هستن و میتونن یار و ناصر شما باشن، دست شما رو بگیرن. اونها دیگه با شما نمیبینید، با شما باشن. تو دنیای خیال بودید که فکر میکنید ها اولای شفعاء، اینها شفیع ما هستن. اینها ما نمیبینیم اونها که یه عمری پاشون سینه زدید و اینها رو به عنوان بت‌هایی را که میپرستیدید. آخه به بت پرستا میگفتن چرا بت میپرستی؟ میگفتن اینا شفعای منن. عمرتون رو فدای طاغوت‌ها، فدای نیاکان، فدای آداب و رسوم کردید. به جای خدا خواستید اینو راضی کنید، اونو راضی کنید. ها اونایی که خدا رو رها کردید که اونها رو راضی کنید، معبود شما، معشوق شما اونا بودن، جذب اونها شدید. کوشن اونها که جذبشون شدید. چرا دستگیری از شما نمی کنن؟ و ما نرا معکم شفعاءکم، نمیبینیم با شما شفعایی رو که زعمتم انهم فیکم شرکا، فکر میکردید که اونها در سرنوشت شما نقشی دارن. فکر کردید این ماه، این خورشید، این ستاره، این پارتی بازی، این رشوه، این تلفن، این فامیل، این لقب، تمام اون چیزهایی که فکر میکردید در سرنوشت شما نقش داره و خدا رها کردید رفت سراغ اونها به امید این که اونها میتونن برای شما مشکل حل کنن. چطور امروز قیامت هست و مشکل حل نمی کنن؟ لقد تقطع بینکم، فاصله افتاد بینتون. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، همه چیزی که فکر میکردید و خیال میکردید پرید. انسان به 4 تا چیزی معمولا دل بسته، یا قوم و قبیله است. قرآن میگه جئتمونا فرادا، تنها میای، قوم و قبیله نیست. یا دارایی و مال، میگه ترکتم ما خولنا، رها میکنید اون اموالی که بهتون دادید. یا بزرگان و اربابان و فامیلاس که میفرماد که ما نرا معکم شفعاءکم، و بت‌ها و معبودها، همه اینها رو تو این آیه رد میکنه. جوانهای بیپایه اساس بسیاری از گمراهی هست. چون میگه زعمتم، چون تو دنیای خیال گمان میکردید که این وابستگی، این پیوستگی،
این تملق، این اطاعت، این کرنش یه روزی شما رو دستگیری خواهد کرد. حال قیامت معلوم میشه که تمام بله قربانگوها رفت هوا، هیچ کس شما رو دستگیری نمی کند. در قیامت حقایق ظاهر میشه و سرابها مه میشه و خلاصه توحید جلوه پیدا میکنه، چون نظام هستی برای اینه که بالاخره معلوم بشه که جلوه توحید باید میشه. لمن الملک الیوم، حکومت امروز دست کیه؟ الله الواحد القهار. همه چیزی مهم میشه. در دنیا با چه زبان نرمی مشکلات رو حل میکردی، اونجا اصلش نختم و علا افوا مر میزنی، زبون کار نمیکنه. تازه گاهی هم که در مرضی از مراحل زبون باز میشه، اجازه معذرت خواهی به شما ندن، لا یعذن لهم فیعتذرون. این هم آیه سیمایی از قیامت نقل میکنه. ای بشر، تنها به دنیا آمدی، قیامت هم تنها هستی. یک، فامیل خلاص، ثروت خلاص، تمام جاذبه ها و معبودها و معشوق هایی که دنبالشون کش پیدا میکردی هوا، همه سراب. تو هستی و جوابگو. همه عقاید و همه اینها خیال بود. خیال کردیم که پلوی عکس برداریم رأی میاریم، بعدم ببینیم عکسمون با فلانی پلو هم چاپ کردیم، رأی هم نیاوردیم. خیال کردیم پول بدیم مردم دوستمون دارن، هم پولت رفت هم مردم دوستمون دارن. ابرقدرت ها هم اینطورن، خیال کردن که اگر بودجه بذارن برای مثلا محو فلان فکر صحیح، ما داریم که در خود آمریکا بودجه های بسیار سنگین برای مبارزه با اسلام خرج میشه، ولی روز به روز جلوه اسلام در آمریکا بیشتر میشه، به جوری که بعضی از کارشناساشون گفتن آینده آمریکا مال اسلامه. چند سال این اقرار میکنن که آینده مال اسلامه. پس پولا که خرج کردیم، کالیکاتورا که کشیدیم، حمایتا که از مخالفین اسلام کردیم، قرآن یاری داره میگه که پول خرج میکنن برای که صدای اسلام خاموش کنن. صدای اسلام خاموش نمیشه، پول هم دستش رفته، روسیایی به زغال میمونه. قرآن بارها گفته که میخوان چراغ اسلام را، نور خدا را با فوت خاموش کنن. قافل از که هرچی فوت بکنن نور خدا جلوش بیشتر میشه. نظام هستی مال جلوه توحیدی است و همه ما این توحید را لمس خواهیم کرد. یعنی اگر اینجا سراغ غیر خدا و دون الله میریم، اونجا خواهیم فهمید تنها هستیم، ما هستیم خدا، همه چیز پرید، معبودها پرید، ثروتها پرید، بستگان پرید، من هستم خدا. اونجا توحید جلوه خواهد کرد. خدایا تو رو به حق موحدین مخلصت، قبل از آنی که اونجا جلوه توحید در ما روشن بشه، از الان تا ابد ما رو موحد واقعی قرار بده. این آیه تمام. السلام علیکم و رحمت الله.